هر صبح که چشم به روی دنیای تازه باز می‌کنیم، تصمیم‌ها و هدف‌های نو می‌تواند پیش روی ما قرار بگیرد. در واقع آغاز هر صبح ما می‌توانیم تصمیم بگیریم که چه کارهایی می‌خواهیم در طول روز انجام دهیم و برنامه خود را بنویسیم. وقتی روز خود را با برنامه ریزی شروع کنیم، در طول روز سردرگم نبوده و وقت کافی برای همه چیز خواهیم داشت. طلوع زیبا و قشنگ آفتاب در هر صبح پیام آور یک شروع تازه است. هر صبح می توانیم پنجره اتاق خود را باز کنیم و به صدای پرندگان در طبیعت گوش داده و از هوای پرتراوت صبحگاهی لذت ببریم. کسانی که صبح زود از خواب بیدار می شوند و در محیط باز و طبیعی ورزش می کنند بیشتر از افراد عادی شاداب و پر انرژی هستند. بنابراین آنها از انجام کارهای روزمره کمتر خسته می شوند. من هر روز ورزش می کنم. ورزش می کردن برای بدن ما خیلی مفید است. برای این که سالم و بدن درست باشیم باید ورزش کنیم. با ورزش صبحگاهی قوی و انرژی می شویم. من بعد از صبحانه برای رفتن به مدرسه آماده می شوم. ما باید ساعت 8 صبح در مدرسه باشیم. مدرسه ما نزدیک است و من پیاده به مدرسه می روم. سلام هستی، سلام حاله، آفرید. من و بیتا اومدیم پارک، نمیدونم پیاممو گرفتید یا نه، ولی گفتم دوباره براتون پیام بذارم. خیلی خوب بود صداتون رو شنیدم و اینکه خودتون میتونستین این جمله ها رو بخونید، عالی بود. بعد نوشتنیاتون رو هم عکسش رو برام بفرستید. بعد روز جمعه شما که شمعه ها به ما میشه تو کلاس میبینم اتون. فعلا خداحافظ. من سلام خانم زنجانی، من امروز صبح زود بلند من امروز صبح زود بیدار شدم. رخت خواب
خود را مرتب کردم. دست و صورتم را شستم. من موهایم را شانه کردم و لباس تمیز پوشیدم. آفرین پوریا، چقدر خوب و عالی همه جملهات رو خوندی. لباس تمیز پوشیدم. خیلی خوب بود پوریا. برای اولین بار یک جمله ها این جمله ها رو کامل و خودت خوندی. عالی بود. آفرین، صد آفرین، 1300 آفرین به آقا پوریای زرنگ و باهوش. خیلی خوب بود. آغاز یک روز تازه و نو می باشد. وقتی صبح را با یک لبخند شروع کنی، بقیه روز هم بر انرژی، پر انرژی و شاداب خواهیم بود. ضرب المثل فارسی می گوید عقل سالم در بودن سالم. پس برای این که ذهن فعال و پویا داشته باشیم، باید بدن ما سالم و تندرست باشد. برای مثال غذای موقعی برای صبحانه خوردن و ورزش صبح آگاهی می توانند تاثیر زیادی در سلامت بدن ما داشته باشد. در نتیجه فکر و ذهن ما در طول روز بهتر کار خواهد کرد. آفرین آریان، خیلی خوب و روان خوندی. روان خوندید خیلی بهتر شده. یعنی که یک جمله رو تا پایانش کامل میخونی و چند کلمه که اشتباه خوندی شاید به خاطر این هستش که تازه اونها رو دیدی و باز هم با وجود این خیلی خوب اون کلمه هاش رو هم خوندی. خب یکیش کلمه تأثیر بود. تأثیر از اثر کردن میاد، چیزی که روی تو تأثیر میگذاره. کلمه ذهن، ذهن فعال و پویا. پویا، پویا یعنی این که خیلی خوب کار میکنه. بعد میگیم که یه چیزی زنده و پویاست، یعنی یه چیزی که همش تغییر میکنه، ثابت نمیمونه. ذهن فعال و پویا داشته باشی. بدن ما سالم و تن درست، از تن و درست، درست شده. یعنی اینکه بدنت سلامت باشه، تن درست باشه. و جمله آخر هم، در نتیجه فکر و ذهن ما در طول روز بهتر کار خواهد کرد. خیلی خوب بود. آفرین. میتونید دوباره تمرین کنی و بهتر و بهتر بخونی. عالی بود. به آشپزخونه من به آشپزخانه رفتم و به پدر و مادرم سلام کردم.
بابا و مامان با روی خندان به من سلام و صبح بخیر گفتند. من برای صبحانه خوردن سر میز میز غذا رفتم. سلام دایانا، آفرین بر شما. به به، چقدر خوب همه کلمه ها رو هم خوندی هم با عدد های فارسی شمردی. خیلی خوب بود، آفرین. آفرین، پاراگراف خودت رو هم خیلی خوب خوندی. با این حال که بعضی از حرف ها و کلمه ها برات تازه بود، ولی درست خوندی و خیلی خوب بود. آفرین دایانا. من برای صبحانه شیر و تخم مرغ خوردم. پدرم برای صبحانه عسل، نان و پنیر خورد. صبحانه خوردن بدن را بدن ما را سالم و قوی می کند. من شاداب و پر انرژی هستم. شب بخیر خانم زنجانی. سلام کیان جان، خیلی ممنونم. روز تو هم بخیر باشه و خیلی خوشحال شدم که همه کلمه ها رو درست خوندی. آفرین 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 و خیلی ممنون که تمرینت رو انجام دادی. اولین کسی بودی که این تمرین رو از بین بچه ها انجام داد و برام فرستاد. حالا نمیدونم چرا تبلتت کار نکرده، ولی هر وقت تبلتت درست شد کارهای بقیه رو بقیه کارها رو تو سایت انجام بده. خیلی عالی بود، آفرین بر تو کیان جان. اگه همینطوری ادامه بدی خیلی خیلی زود میتونی فارسی رو راحت خودت بخونی. آفرین، فردا تو کلاس میبینمت. خدا نگهدار. من صبحم را با نرمش و ورزش صبحگاهی شروع میکنم. سپس دوش میگیرم و یک صبحانه مفصل میخورم. بعد از صبحانه درباره کارهایی که باید در طول روز انجام دهم فکر میکنم. معمولاً به مدت 10 دقیقه مدیتیشن میکنم. مدیتیشن با موسیقی مخصوص ذهن من را آروم میکند و من را برای شروع یک روز خوب آماده می سازد. پس از آن
خود را برای رفتن به سر کار آماده می کنم. لباس می پوشم و موهایم را شانه می کنم. در آخر با ماشین شخصی خود به سمت اداره رانندگی می کنم. آفرین، واقعا عالی بود و تقریبا بدون عیب خوندی و خیلی خوب بود. فقط دو تا اشتباه کوچک داشتی. یکی اینکه گفتی کارهای، اینجا کارهایی هست و در واقع indefinite یا نکره هست، یعنی شناخته کاملا نشده برامون. کارهایی دو تا یه داره که باید در روز انجام بدهم را روش فکر میکنم. اینکه خیلی در واقع اشتباه کوچیکی بود. و دومیش هم موسیقی هست که گفتی موسیقی، ولی موسیقی هست، حالا موزیک ز داره ولی موسیقی س داره، سه سین. و بقیهش عالی بود. خیلی ممنونم و فعلا خداحافظ.